حکومت بحرین یکی از بیشترین کشورهای عربی است که در دو دهه اخیر علیه قشرهای مختلف مردم به ویژه شیعیان مرتکب نقض حقوق بشر شده است بر اساس برسه های انجام شده تنها در دو ماه گذشته 300 مورد نقض حقوق بشر در این کشور رخ داده است همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد. روز گذشته چهارشنبه احزاب شیعه بحرین گزارشی از موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی حکومت آل خلیفه منتشر کردند. بر اساس این گزارش، حکومت بحرین تنها در دو ماه گذشته بیش از 300 مورد نقض حقوق بشر مرتکب شده است. در طول این مدت 16 مورد بازداشت از سوی نیروهای امنیتی آل خلیفه صورت گرفته که چهار مورد از آنها کودکان بودند. بر اساس این گزارش مهمترین مورد نقض حقوق بشر در طول این مدت انتخابات پارلمانی ساختگی و همچنین بازداشت تعدادی از اعضای خانواده حسن مشایمه زندانی سیاسی و فعال حقوقی بوده است. مشایمه از درمان محروم بوده و اعضای خانواده وی با تجمع مقابل یکی از مراکز بهداشتی بحرین این اقدام آل خلیفه را محکوم کرده بودند. احکام خودسرانه صادر شده در طول این مدت چهار مورد بوده که از سوی دادگاه تجدید نظر بحرین صادر شده است. این گزارش همچنین 17 مورد تخلف را در زندان بحرین ثبت کرده که 10 مورد از آنها مربوط به زندان جو بوده است. این موارد تخلف در زندان شامل بدرفتاری، توهین، شکنجه و سهلنگاری پزشکی بوده است. بر اساس این گزارش در طول این مدت دو ماه همچنین 235 یورش از سوی نیروهای امنیتی بحرین به سی منطقه در این کشور روی داده است. هورا عبدالمجید اخبارشیه